مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سفر به ولایت هرات از بنیاد خیریه پیر هرات دیدار کرده و مشکلاتشان را جویا شدند. در بنیاد خیریه پیر هرات هم اکنون افراد دارای معلولیت مصروف فراگیری علم و دانش هستند، اما تاکنون به مشکلات این بنیاد رسیدگی آنچنانی نشده است. اکنون رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت معلولین افغانستان گفته است که حکومت تاکنون به افراد دارای معلولیت هیچ کاری انجام نداده است. به خاطر که بر معلولین عملاً هیچ کاری که باید و شاید انجام داده شده و صورت نگرفته، یعنی دولت افغانستان مکلف است، مسئولیت داره که بر شهروندان خود زمینه زندگی مسئونه مساعد بسازد، زندگی که اونا با کرامت زندگی بکنن. شما بسیار مراکز کمی را میبینین که دولت انجام داده باشه، کار کرده باشه یا تخلیه کرده باشه یا ساخته باشه. در همین حال مسئولان بنیاد خیریه پیر هرات نبود امکانات و تجهیزات صحیح را برای معلولین یکی از مشکلات اساسی این قشر عنوان میکنند. سنا محسنی معاون اجرایی بنیاد خیریه پیر هرات میگوید که و دلیل ناامنی در کشور همه روزه به تعداد افراد دارای معلولیت افزوده می شود. خواه نخواه مشکلات یک شخص معلول خیلی بیشتر از مشکلات یک شخص غیر معلول است. معلولین عزیز ما حتما در قسمت امکانات صحی خیلی مشکل دارن. شاید کمتر نیازی که اونها میتونن داشته باشن فیزیوتراپی است که حداقل چیزی که از بیشتر معلول شدن اطراف جلوگیری میکنه. در قسمت امکانات شهری، در قسمت تحصیلات، حتی شاید همون تو یک مکتب و همون تو یک جای نباشه که اونها بتونن صحیح با ویلچر یا عصایی که دارن در همون مکتب خود حاضر شون. از سوی هم شماری از فعالان مدنی هرات گفتند که تاکنون به مشکلات صحی و محیطی معلولین رسیدگی نشده است. از اون ابتدایی ترین مسائل شهری گرفته تا ای که نبود مکاتب اختصاصی برای از این که اینا بتانن درس بخوانن و ادامه تحصیل بکنن بدن متاسفانه وجود داره. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هرات میگویند که افراد دارای معلولیت را به اداره صلیب سرخ برای دریافت تجهیزات صحیح معرفی میکنند. محمد رفیع فرهنگ مدیر عمومی توانبخشی اداره کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین از کلینیک های خصوصی میخواهد که با افراد دارای معلولیت در این ولایت همکاری کنند. در قسمت خدمات صحیح کسی که به ما مراجعه کنه ما میتونیم یک فلان صلیب سرخ یا مرکز ارتوپیدیک برای معلولین فعال که اعضای مصنوعی بدن میسازم، مؤسسه محترم هندیکپ در قسمت روی درمانی با معلولین همکاره. این مؤسسات به پلی ما همکاری خورد دارن، اما اینا بسنده نیه، میخواین که کلینیک های خصوصی، کلینیک های دولتی اینا با ما همکار باشن. و این همه سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از بازرگانان میخواهد تا در قسمت رفع مشکلات افراد دارای معلولیت به این نهاد کمک کنند. من فکر میکنم که نه تنها افراد خیر، بلکه هر فرد جامعه مسئولیت داره که به اندازه توانمندی خود کمک بکنه. ما به خاطر از اینکه مثلا از کارهای تجملی که پول بیشتر مصرف میکنیم، اگر از اینا کاهش بتیم بر کارهای خیریه و بر کارهای اجتماعی مصرف بکنیم ثواب بسیار بیشتر داره. این در حالی است که هم اکنون 100 نفر از معلولین حوزه غرب در بنیاد خیریه پیر هرات ثبت نام کردند که به طور شبانه روزی 50 نفر در این مرکز نگهداری می شود.